من از درون کویر با شما سخن میگویم، سرزمینی به گرمی دل عاشقان، به پاکی آسمان ها، به درخشش ستاره های زیبایی که شبانگاهان به ساکنان این بخش از زمین چشمک میزنند، از آسمانی که به ما بسیار نزدیک است و انسان شبانگاهان بی اختیار دستان خود را به سوی آسمان برای گرفتن یکی از ستارگان دراز می کند. ای فدای تو هم دل و هم جان، وی نثار راحت همین و هم آن. دل فدای تو چون توی دلبر، جان نثار تو چون توی جانان. دوش رفتم به کوی باده فروش، زآتش عشق دل به جوش و خروش. محفلی نغز دیدم و روشن، میر آن بزم پیر باده فروش. چاکران ایستاده صف در صف، باده خواران نشسته دوش به دوش. پیر در صدر و می کشان گردش، پاره ای مست و پاره ای مدهوش. سینه بی کینه و درون صافی، دل پر از گفتگوی و لب خاموش. همه را از عنایت ازلی، چشم حق بین و گوش راست نیوش. سخنی به به آن هنی انلک، پاسخ آن به این که بادت نوش. گوش بر چنگ و چشم بر ساغر، آرزوی دو کون در آغوش. به ادب پیش رفتم و گفتم کی تو را دل قرارگاه سروش. عاشقم دردناک و حاجتمند، درد من بنگر و به درمان کوش. پیر خندان به طنز با من گفت کی تو را پیر عقل حلقه به گوش. تو کجا ما کجا ای از شرمت دختر رز به شیش برقع پوش. گفتمش سوخت جانم آبیده، گفتمش سوخت جانم ما بیده، واتش من فرونشان از جوش. دوش می سوختم از این آتش، آه اگر امشبم بود چون دوش. سرنوشت را باید از سرنوشت. گلهای زیبای بهاری ارادت و محبت خود را حضور فرد فرد شما عزیزان گرامی و بینندگان تقدیم می دارم. سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این با بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را قصه دیگر نوشت. از کجایی
باور آمد که گفت گر رود سر بر نگردد سر نوشت گل به کاری از دل گل گل براری در زمستان در بهاران زیر باران گل به کاری و به نظر من بسیار بسیار این نظری است فوق‌العاده نو دلپذیر و قابل قبول. میگویند شعر در حقیقت سخنی است شیرین و دلنشین و آهنگین و خیال‌انگیز که با پیامی اخلاقی و انسانی و یا احساسات و عواطف شاعر را بازگو می‌کند. و اگر کلامی از این خصوصیات بی‌بهره باشد شعر نیست. حالا فرم ظاهر آن خواه به صورت کلاسیک باشد و یا به سبک نو، شعر در همه جا در طبیعت هست، منتها بیان و ادراک قومی شاعرانه را همگان ندارند. آن کس که بتواند مایه و ماده شعر را از طبیعت و یا از زندگی روزمره بگیرد و آن را در کارگاه اندیشه و تخیل خود بپروراند و آنچنان بیان کند که بر عواطف و احساسات شنونده و یا خواننده تأثیر عمیق بگذارد او را متأثر کند شاعر است. سرنوشت را باید از سرنوشت گر تو روزی راز این بازی بدانی نکته رمزش بخوانی لحظه های موج دریاست گرچه سرد و سخت زیباست موج این دریا گرد از سر گذشتن سرنوشتش سر گذشتن بر فراز قله همچو حافظ پای خوبان و غزل خوان لشکر غم را بسوزان بر فلک سقفی نمانده این زمانه پر بزن تا بیکرانه سرنوشت را باید از سرنوشت. بر بینندگان عزیز، شما شنوندگان، دلنوازان و یاران بسیار بسیار دوست داشتنی، گرمترین احساسات خودم و درودهای خودم و همکارانم رو در این استودیو حضورتون تقدیم میکنم. اظهار تشکر میکنم از کارگردان برنامه جناب بیژن خان که با لطف و محبت خاص خودشون همیشه گرمی بخش این برنامه بودند. به دنباله راز ترانه که چند موردش رو حضورتون عرض کردم، خوشبختانه من دسترسی پیدا کردم به یکی از کتاب‌های که اخیراً در کتاب فروشی‌های
فارسی زبان هم یافت میشه و اون خاطرات زندیات پرویز خطیبی هست. پرویز خطیبی یکی از استثناهای هنر یا تئاتر و رادیو در ایران بود که بعد از وقایع سال 57 بعدن ایشون آمدن امریکا و مدتی در نیویورک بودن. درود و عرض تحیت و تهنیت خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی. انشاءالله که اوقات خوبی رو گذرانده باشید و اوقات خوشتر و بهتری در پیش رو داشته باشید. برمیگردیم به گفتار جلسه قبل در مورد مطالبی که کسروی و کتاب بهائیگری اون بیان کرده بود و جناب دکتر بهمن نیک اندیش به این مطالب پاسخ دادند و از جمله خود آقای کسروی استفاده کردند و ذکر کردند بخوانید و داوری کنید. این جمله از کسروی هست ولی جناب دکتر نیک اندیش از همین استفاده کردند و فرمودند که این کتاب رو بخوانید و داوری کنید و بنده این افتخار رو دارم که مطالب عمده این کتاب رو که همش عمده است البته به سمع و نظر شما عزیزان گرامی برسونم. دوستان، سروران، عزیزان، نازنینان گرامی، درود گرم و صمیمانه من بعد از چند سباهی فرقت حضورتون تقدیم میکنم. اجازه میخوام مطلب رو یا به این شعار همیشگی من که خدمتون عرض کردم من از کویر با شما صحبت میکنم آغاز کنم. در بین مطالعاتی که در طی این مدت داشتم به یک مطلبی که برای من و شاید خیلی ها مخصوصا شما بینندگان بسیار عزیز که در موارد عدیده مشوق من در مورد زندگی زنده‌یاد حبیب ثابت بودید یه قدری متأثر کننده است ولی لازم دونستم این رو با شما عزیزان در میون بگذارم و اون مطلبی بود که از مجله جوانان من بیرون کشیدم. من بیش از 7 ساله که مقیم ایالت آریزونا هستم. دوستان لس آنجلس محبت زیادی دارند و گهگاه با هدایایی که برای من ارزشمند هست و اونها میدونن مشتاق هستم من رو سرفراز میکنن، من جمله مقداری روزنامه و مجله و این قبیل و بعضن کتابهای متعدد برای من میفرستند که از همینجا صمیمانه از لطف و محبتشون تشکر میکنم و قدردانی میکنم برای اینکه به هر نوعی شده گفتش که در دل دوست به هر هیله رهی باید کرد، در حال به این وسیله به یاد من هستند و من هم رهین منتشون هستم. مجله جوانان یک صفحهش رو که متاسفانه اینجا تاریخ نداره و من هم فراموش کردم که بدونم مال
تاریخش کیه؟ فقط شماره 1435، 1435 شماره اون مجله است. نوشته که اعتراض به احتمال تخریب خانه تاریخی ثابت پاسال در تهران. متاسفانه هنوز که هنوزه حتی رسانه ها فامیل این شخص بزرگوار رو با این همه ثروتی که در ایران به جا گذاشت نمیدونن. پاسال فامیل آقای ثابت نیست. پاسال خدمتتون عرض کردم جلسات گذشته که یک شرکتی اینها میخواستن درست کنن برای وارد کردن محصولی و چند نفر رو آوردن، من جمله آقای پناهی، آقای الکس، نمیدونم خاطرم نیست کی، و آقای ساقیان، آقای امثال اینها که حروف اول اسمشون در حال شد پاسال. ذکر میکنه که یک عضو شورای شهر تهران به دنبال انتشار خبر احتمال تخریب خانه تاریخی حبیب الله ثابت، توی پرانتز ثابت پاسال، گفت سازمان میراث فرهنگی با ثبت ملی این بنای تاریخی شورای شهر را در کنار آمدن با مدیریت شهر تهران برای حمایت از بقای این بنای ملی یاری کند. حبیب الله ثابت که به ثابت پاسال معروف بود از نظر گزارشگر، تاجر، صنعتگر و کارآفرین ایرانی در پیش از انقلاب بود که خانه بزرگ او به ورسای ایران نیز شهرت داشت. ساختمان دقیقاً مثل کاخ ورسای فرانسه بود که عکسش در اینجا هست و اگر قابل تنظیم روی دوربین باشه من این رو خدمت جناب مهندس مظفری نژاد تقدیم میکنم که به نظر تیزبین شما بیننده عزیز هم برسه. الله حافظ دوستان، یاران و عزیزان گرامی. فصل بهار آغاز شده یا آغاز میشه و نوروز پیروز به منازل و محلهایی که شما عزیزان و سایر دوستان هستند قدم میگذارد و شادی و خوشی و بهروزی برای همه انسان‌های روی زمین به ارمغان میاره. عشق یعنی کاهش رنج
بشر.